در تاریخ گفته شده است که آمدند و کندند و سوزاندند و بردند و کشتند و حتی به گورستانها هم رحمی نکردند. آری، چنگیز خان در سال 652 به ایران حمله کرد. از طریق خراسان وارد ایران شد و شهرهای ایران را یکی بعد از دیگری در هم دفوید و از بین برد. شهرهای ماوراء النهر، بخارا، سمرقند، خنجه و دیگر شهرهای ایران را یکی بعد از دیگری نابود کرد و درگذشت. آنقدر از مردمان این شهرها کشت که از این شهرهای آباد ایرانی جز تل خاکی به جا نماند. گفته شده است که در بیشتر این شهرها جز شغالان و حیوانات وحشی حتی حیوانات خانگی دیگر دیده نمی شدند. شهرها را تخریب کردند و گورستانها را نابود و اموال مردم را به غارت بردند و همچنان پیش رفتند. فرزندان چنگیز خان از 652 تا 750 برابر با 1256 میلادی تا 1335 میلادی بر ایران حکومت راندند. این بیابانگردهای شمال چین که زندگی را از طریق حمله، کشتار و غارت می‌گذراندند به سرزمین‌های اطراف چین همواره حمله می‌کردند و این بار به ایران نیز رخنه کردند. دستورات چنگیز خان و یا یاسای چنگیزی همواره بر آن بود که ایران و ایرانی باید نابود شود و یاسای چنگیزی همچنان می‌تاخت. بر اصل حمله انتقامی مغول بر شهر نیشابور گفته می‌شود که فقط حمامی مردم شهر را به بیابان آوردند و 400 نفر از آنان را که مجازو متخصصین بودند جدا کردند و مابقی شهر را از مرد و زن و پیر و جوان همه را گردن زدند و از سر این هموطنان من و شما دیواری ساختند و به دور این شهر به وجود آوردند. سرهای بریده مردم ایران را دیوار کردند و بر روی آن آتش افروختند و شهر را به آتش کشیدند. سپس بر روی شهر آب بستند و بر آن جو کاشتند که دیگر شهری به نام نیشابور وجود نداشته. شهر نیشابور به گورستان مردمی بی سر تبدیل شد و این جدال قریباً به 800 سال پیش و حال این جدال بعد از قریب 800 سال در قرن 21 بار دیگر تکرار می شود و جلادان و یاران و چنگیزیان حاکم بر ایران بر گورستان هموطنان من و شما حمله می کنند و گورها را در هم می درند و مردک ها و بقایای آنها را از خاک خارج می کنند. ببخشید. به خانه های مردم ایران حمله می کنند، دستگیرشان می کنند و با خود می برند. در زندان های و سیاه چال های اسلامی هزاران هزار هموطن ایرانی موج می زند. خانه و کاشانه مردم را به جرمهای واهی میگیرند و در بانکهای خارجی اندوخته میکنند. زنان و دختران ایران را همانند چنگیزیان با خود میبرند و میفروشند و حال موج تازه تبخش در مورد شهروندان ایرانی به اجرا در آمده است. حمله به گورستانها، سپاه پاسداران شیراز در یک حمله شروع به تخریب گورستان بهاییان شیراز نموده است و قصد دارد ساختن ساختمانی را در این محل بنا بگذارد که کس نمی داند به چه منظوری است جز نابودی
شهرهای ایرانی و هموطنان بهایی من. فشار بر شهروندان بهایی ایران باید تا به کی ادامه پیدا کند؟ سرقتها و دزدیها و غارتهای سپاه و یارانشان در کجا خواهد ایستاد؟ آیا همه اینها در حکومت عدل اسلامی قابل توجیه است؟ آیا هنوز هم اعراب بدوی باید به دلیل اختلافات عقیدتی در قرن 21 در زادگاه کوروش یکدیگر را بدرند؟ واقعا چرا گروهی هنوز در عصر بربریت به سر میبرند و چین چه بلای آسمانی بود که بر ملت ایران نازل شد؟ مقصر کیست؟ واقعا بایست به اینجا فکر کرد که چگونه هموطنان ما در ایران در زیر بدترین زجرها و شکنجه های جمهوری اسلامی هستند. حکومتی که فقط این هموطنان بی آزار ما را به دلیل عقیده خودشان و به دلیل عقیده‌ای که به من و شما ضرری نمی زند دستگیر، زندانی، مورد قتل و غارت قرار می دهند. نیست جز تفکر چنگیزی و عقل بربریت اعراب بدوی. آقای مازیار بهاری، خبرنگاری نیوزویک که در ایران مدت‌ها زندانی و به جرم‌های مختلف در زندان اوین بود و مورد شکنجه قرار گرفت، مستندی در مورد مسئله بهائیان درست کرده است که بسیار 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 جالب است و بسیار بسیار آموزنده. این فیلم مستند آقای بهاری 54 دقیقه است، روی یوتیوب می توانید این را ببینید. ما با کسب اجازه از ایشان مدت چند دقیقه از اول این فیلم را به شما نشان می دهیم. شما این فیلم را حتما، من به همه آزادگان و کسانی که به ایران و ایرانی و انسانیت فکر می کنند پیشنهاد می کنم که این فیلم را ببینید. با یکدیگر به تکه های کوتاهی از این فیلم نگاه می کنیم. کیوان رحیمیان هستم، متولد 1344 در تهران، پایتخت کشور مقدس ایران. از دادسرا با من تماس گرفتند و گفتند برای اجرای حکم خود را معرفی کنید. میپرسم کی؟ میگویند هر چه زودتر. دخترم ژینا هق هق میکند و میگوید نرو، فرار کن، چرا باید بری؟ چرا باز هم خانواده ما؟ سعی می کنم در نهایت آرامش با او حرف بزنم. می گویم بابا، من هم دوست ندارم برم، ولی نمیشه. دستش را می گیرم و سرش را نوازش می کنم. بهایی ها اقلیتی مذهبی در ایران هستند. سرآغاز دیانت بهایی از ایران بود، اما اکنون بیش از 7 میلیون پیرو آن در 218 کشور و منطقه جهان زندگی می کنند. بهایی ها به پرهیز از خشونت، برابری زن و مرد و آموزش و پرورش عمومی و اجباری اعتقاد دارند. پیامبر بهایی ها بهاءالله است که دیانت بهایی را در سال 1242 خورشیدی بنیان گذاشت. از آن زمان تا کنون برخی از مسلمانان شیعه دیانت بهایی را فرقه زاله بهاییت نامیده و به اذیت و آزار بهایی ها پرداختند. از زمان انقلاب اسلامی در سال 1357 تا کنون بهایی ها در ایران شهروندان درجه 2 به شمار می روند و حکومت ایران حقوق شهروندی،
چون حق استخدام و آموزش دانشگاهی را از آنها سلب کرده است. به دلیل آزار و اذیت بهایی‌های ایرانی در کشورشان، هزاران نفر از آنها به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. عمو و پسر عموی کیوان رحیمیان همچون هزاران ایرانی بهایی دیگر در ایالات متحده زندگی می کنند. یا هنانو یا منان فرج لنا بالفضل بل احسان. همه افراد این جمع دوست و یا خیشاوندی را از زمان انقلاب تا کنون از دست دادند. رحیم، پدر کیوان رحیمیان، روز 13 اردیبهشت 1362 حدود ساعت 7:30 شب دستگیر شد. وقتی که یک کسی به منزل از کمیته ها به منزل کسی می رفت، اگر کسی تلفن می زد به اون منزل می گفتن مهمان داریم، و من چون زنگ زده بودم و ایشون گفت مهمان داریم، من متوجه بودم که ایشون گرفتار خواهد شد. رحیم در تهران به تجارت مشغول بود. او در اوایل دهه 50 خورشیدی تصمیم گرفت که به همراه خانواده‌اش به هند مهاجرت کند، اما کیوان و برادر کوچکش کامران اصرار کردند که در ایران بمانند. آنها نمی‌خواستند از دوستان و خانواده خود دور باشند. پس از انقلاب، رحیم به بهایی‌هایی که تحت تعقیب بودند کمک می‌کرد تا مکانی امن برای مخفی شدن پیدا کنند. در زمان دستگیری پدرش، کیوان 16 سال داشت. سالها بعد در نامه‌ای به دخترش، کیوان ماجرای دستگیری پدرش را توضیح داد. مشغول خواندن درس جبر بودم که زنگ به صدا درآمد. فردی که بعدها فهمیدم نامش طلوعی است، دست مشت شده‌اش را با شدت به سمت صورتم آورد و فریاد کشید: مهر محفل که اینجا خورده کجاست؟ میگی یا بزنم؟ زانوهایم می‌لرزید. بابا با عجله از اتاق پذیرایی آمد و گفت: با او کاری نداشته باشید، از من بپرسید. بعد از دستگیری، رحیم به مکانی نامعلوم برده شد. چیزی که یادم میاد سختی پسر عموام بود که در سن خودم بودن و علاقه و وابستگی که به پدر داشتن در اون سن، و بدونی که در یک روز پدرتو میبرن و بعد از چند وقت از خونه، اتاق تخت خوابت، وسایل شخصیت بیدلیل باید بذاری و بری بیرون. اون برای من خیلی سخت بود. پس از روزها جستجو، خانواده رحیم متوجه شدند که او در اوین زندانی است. زندانی که صدها بهایی و هزاران غیر بهایی در آن شکنجه و اعدام شده بودند. یکی از زندانیان همبند رحیم بعدها در نامه‌ای توضیح می‌دهد که رحیم چه شرایطی را تحمل کرده بود. یک بار دیگر آقای رحیمیان را به نیمکت بستند و شکنجه دادند. پس از زدن شلاق و مشت و لگد، او را در راه رو انداختند. به سختی می‌توانست نفس بکشد و تا روزی که من آزاد شدم هنوز به دشواری نفس می‌کشید. پاهای او کاملاً کبود و متورم بودند. درد چنان تمام وجودش را گرفته بود که تشنج همه بدنش را تکان می داد. و هنوز من وقتی در موردش فکر می کنم نمی فهمم که چجوری خانواده رحیم، خانواده عموم، آفاق، کامران و کیوان اصلا براش مهم نبود. بر ما به مراتب سخت‌تر بود. بر ما به مراتب این عمل باور نکردنی بود، ولی اینا به ما دلداری می دادن و اینا به ما لبخند می زدن.
و اینا به ما میگفتن که افتخار میکنیم به رحیم، به پدرمون. این خیلی سخت بود. من یادمه ما فقط در ظرف یک سال که برادرم زندان بود 5 بار فقط تونستیم ایشون رو ببینیم و دست شکسته، کتش تا نزدیک آرنجش آویزون بود و دندونها شکسته بود. حالا این از شخص ایشون، ولی من مادر پیرم رو هر 2 چهارشنبه‌ای که میتونستیم، هر 15 روز بریم، شما باور نمیکنیم، من هر شب چهارشنبه که میخواستم بخوابم آرزوی مرگ میکردم که زنده نباشم و مادرم رو ببرم. مادر من پیر 80 ساله با روسری و چادر خیلی ناراحت بود، برای پسرش خیلی دوست میداشت و رحیم هم مادر رو خیلی دوست میداشت. گاهی اوقات این روسری یا چادرش میرفت عقب، از اون داد میزد که میبخشیم پیر سگ چادرت و حجابت رو رعایت کن. و این کارها بسیار بسیار تکرار شد و من خیلی افسرده شده بود. در دهه 60 حکومت ایران به طور دائم دادگاه‌های نمایشی در زندان اوین برگزار و زندانیان را مجبور می‌کرد در تلویزیون توبه کنند. رحیم هم برای توبه زیر فشار قرار گرفته بود. اما بهایی‌ها اعتقاد دارند حتی برای نجات جان خودشان هم نباید دروغ بگویند. اون موقع بازجویی تو راهرو بوده و یه اتاقی دارن که اینها رو، یه تختی هست مرسوم، همه میدونستن اون زمان، میخوابوندن و شلاق کابل میزدن. 2 نفر در 2 موقعیت مختلف برای من تعریف کردن که به قدری به پاهای رحیم کابل زده بودن که هر 2 پاش خون میامده و راه رفتن براش بسیار بسیار سخت بوده. بار دومی که ملاقات شد ایشون به من اشاره کرد که من رو با دستش به گلوی خودش اشاره کرد و من متوجه شدم که ایشون رو خواهند کشت. کیوان در آن دیدار آخر در اوین همراه عمویش بود. 10 مهر ماه 1362 بابا با اشاره دست فهمون که حکمش اعدامه. حدود 20 کیلو لاغر شده بود. کتش چنان گشاد بود که فکر میکردی آری است. موقع خدافزی همدیگر رو در آغوش گرفتیم و حرفی نزدیم. فقط تلاش کردم با تمام نیرویی که دارم او را بفشارم. اون زمان نمیتونستم که این آخرین دیدار است. کمی
ازلن قدیم ازلن قدیم بله بینندگان گرامی، کاری بود از خانم شادی طلوعی، خواننده بهایی که در مقیم استرالیا هستند. همچنین در هفته گذشته جامعه بهایی ایران عید رضوان رو داشت که بلارغم این که تموم شده باز هم شاد باش میگم به خاطر عید رضوان. از سوی دیگر جمهوری اسلامی در شرایط